با درود خدمت شما عزیزان، امروز سوم دی ماه 1394 شمسی، 24 دسامبر 2015 میلادی، با یکی دیگر از برنامه های تلویزیونی پاره تصویر در خدمت شما هستیم. برنامه امروز ما اختصاص داره به معرفی تاریخچه شب یلدا. شب یلداست، شب از تو به دلگیری هاست، شب دیوانگی اغلب زنجیری هاست، شب تا صبح به زلف تو توکل کردن، شب در دامن تنهایی شب گل کردن، شب درد است، شب خاطره بارانی هاست، شب تا نیمه شب شعر و غزل خوانی هاست، شب یلداست، شب با غم تو سر کردن، شب تقدیر خود این گونه مقدر کردن. کاش یک شب برسد، یک شب یلدا با هم، بنشینیم زمان را به تماشا با هم، بنشینیم و زهم دفع ملالی بکنیم، این هم از عمر شبی باشد حالی بکنیم. شب یلدا شد خود را برسانی بد نیست، امشبی را اگر ای عشق بمانی بد نیست، سیب سرخی و اناری و شرابی بزنی، پشت پا تا سحر و در به خوابی بزنی، موی تو باشد و شب را به درازا بکشد، وای اگر کار من و عشق به یلدا بکشد. چه شود اوج پریشانی من جا بخوریم، بین این عالم شب صافی به یلدا بخوریم. می شود خوب ترین قسمت دنیا با تو، گر که توفیق شود یک شب یلدا با تو، با تو ای خوب ترین خاطره رویایی، ای که عمر تو الهی بشود یلدایی، می شوی از همه شهر تماشایی تر، گر شود عشق تو از عمر تو یلدایی تر. حیف شد نیستی امشب خاموشی ها، کوه غم آمده پیشم به همه آغوشی ها، نیستی شمع شب تار مرا فوت کنی، بدرخشی همه را والو مبهوت کنی. بی تماشای تو با این همه غم ها چه کنم، تو نباشی گل من با شب یلدا چه کنم. دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. شب و روزگار خوش، بدرود. شب اول زمستون و توی خونه پار مهمون و با تموم سردی این شب پار گرمی دلامون و صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو، آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو. شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم.
میکنم با تو، دلچسبیه این حالا، آرامش این سالا، نیتم تو هر فالا، تقسیم میکنم با تو، تقسیم میکنم با تو. یلدا و عادات موسوم در ایران. ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا، آخرین شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است، تا سپید دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می دارند، تا اندوه غیبت خورشید و تاریکی و سردی روحیه آنان را تضعیف نکند و با بروشنایی گراییدن آسمان به رخت خواب روند و لختی بیاسایند. یلدا و جشنهایی که در این شب برگزار می شود یک سنت باستانی است و پیروان میترائیسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار کردند و بر این باورند که یلدا روز تولد خورشید و بعدها روز تولد میترا یا مهر نام گرفت. ایرانیان در این شب باقی مانده میوه هایی را که انبار کرده بودند به همراه خشکبار و تنقلات می خوردند و دور هم گرد هیزم افروخته می نشستند تا سپید دم بشارت روشنایی دهد، زیرا به زعم آنان در این شب تاریکی و سیاهی در اوج خود است. جشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن و شب نشینی اعضای خانواده و اقوام در کنار یکدیگر برگزار می شود. خوشم اینقدر خوشم زبون ازش قاصره، ساقیا کاری کن امشب و یادم نره، باده از نو بده هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست، مست مستم کن جامو ببر بالا، بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلداست، مست مستم کن جامو ببر بالا، بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلداست. شب یکی غیر از خودم هستم، لبریز کن جام را هم پایه ساقی منم، باده اگه یاری کنه تا صبح هم می میزنم، لبریز کن جام را هم پایه ساقی منم، باده اگه یاری کنه تا صبح هم می میزنم، تا صبح هم می میزنم. ساقیا کاری کن امشب و یادم نره،
باده از نو بده، هنوز حواسم به جاست، اختیار دلم ساقی به دست شماست. مست مستم کن جامو ببر بالا، بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلداست. مست مستم کن جامو ببر بالا، بزن به دست ما، می پرستم کن تو عالم مستی، امشب شب یلداست. آیین شب یلدا یا چله، خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی و میوه های گوناگون است که همه جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند. در این شب هم مثل جشن تیرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ موسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی و یا پوری آن آیندگویی می کنند. یلدای ایرانی شبی که خورشید از نو زاده می شود. یلدا در افسانه ها و اسطوره های ایرانی حدیث میلاد عشق است که هر سال در خرم روز تکرار می شود. گل گلدون من شکست در با، بیا تا دلم نکرده فردا، گل شب بودی که شبونه میده، چی گل شب رو از شاخ چیده، موشه شودم رود خونه دلم یه مردان. Thank you.
گل گل دون من ماه ایوون من از تو تنها شدم چما بود از آه گل هر آرزو رفته از رنگ و من شدم رود خونه دلم ماه دلداده مهر است و این هر دو سر بر کار خود دارند که زمان کار ماه شب است و مهر روزها برمی آید. ماه بران است که سحرگاه راه بر مهر ببندد و با او در آمیزد، اما همیشه در خواب می ماند و روز فرا می رسد که ماه را در آن راهی نیست. سرانجام ماه تدبیری می اندیشد و ستاره‌ای را اجیر می کند، ستاره‌ای که اگر با آسمان نگاه کنی همیشه کنار ماه قرار دارد و عاقبت نیمه شبی ستاره ماه را بیدار می کند و خبر نزدیک شدن خورشید را به او می دهد. ماه به استقبال مهر می رود و راز دل می گوید و دلبری می کند و مهر را از رفتن باز می دارد. در چنین زمانی است که خورشید و ماه کار خود را فراموش می کنند و عاشقی پیشه می کنند و مهر دیر بر می آید و این شب یلدا نام می گیرد. از آن زمان هر سال مهر و ماه تنها یک شب به دیدار یکدیگر می رسند و هر سال را فقط یک شب بلند و سیاه و طولانی است که همانا شب یلدا است. Thank you.
از حافظ شیرازی برای شما میخونم. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی او که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالع متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل ببراید. در این سرا چه عجب نیست غفلت حافظ، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. شب یلدا دیگه چیه؟ بیاین اول هندونه بخورین تا براتون بگم. به به چه هندونه این مال تو، اینم مال شما، اینم مال تو مادر جون. بله جونم براتون بگه بچه ها جون، یادش بخیر چه روزایی بود. شب یلدا اولین شب زمستونه که از همه شبای دیگه بلندتره. اینی که همه مردم اون شب و جشن میگرفتن، میرفتن زیر کرسی و تا کله صبح هندونه میخوردن و تخمه میشکستن. یعنی چقدر بلندتره؟ بلنده دیگه، یعنی به جای 24 ساعت 28 ساعته. آهان فهمیدم چرا امشب همه میخوان عروسی کنن. آخی چرا نمیدونی حسین؟ خوبه دارین وارد معقولات میشینا. بله داشتم میگفتم شب یلدا مردم هندونه میخوردن و تخمه میشکستن. چرا هندونه میخورن؟ برای این هندونه میخوردن که هندونه آخرین ثمره تابستون بود و به یاد تابستون جشن میگرفتن. یعنی هنوزم مردم جشن میگیرن؟ بله جونم، هر وقتی گیرشون بیاد جشن میگیرن. خب حالا این هندونه رو بدم به تو، بخوری نوش جونتون. عجب هندونه، بخورین قربونتون برم، بخور. به به چی داره بهت میگه؟ داره میگه باید بره. بگیر بشین بچه، حالا چه وقت رفتنه؟ مسته من که هنوز تموم نشده. همه هم باید بریم. ایوا کجا؟ هندونه زیاد خوردیم، همه هم باید بریم. ایوا کجا؟ کجا داری میرین؟ برگردیم.
یلدا دختر چهلگیس زمستان با چکمه های سفید پشت در است و پاییز با چادری رنگین چمدان را به دستان یخزده یلدا سپرده است. آمدنش نوید زمستان است. یلدای وجودتان مالامال از گرمی و امید زمستانتان شاد و پرقصه باد. و اما من آموزگار کلاس فارسی کارگاه ایرانیان روز جمعه را که آخرین روز کلاس فارسی بود جشن کوچیکی از شب برای یادآوری شب یلدا با بچه ها برگزار کردم و چند نفری در این مورد صحبت هایی داشتند و اطلاعاتی را به بچه هایی که کمتر اطلاعات داشتن باشون صحبت کردم و اطلاعاتی رو به اونا دادم و اونها رو هم با این روز و این مراسم ایرانی آشنا کردیم و امیدواریم که هرچه بیشتر و در توانمون باشه بتونیم این جشنهایی رو که بچه ها رو با فرهنگ ایرانی آشنا میکنه بیشتر برگزار کنیم. خدا حافظ شما. اگر بگذارن باز در میکده برپاست، اگر بگذارن چشم بندود از همسر عقل آمده است، مست از ساغر و صحباست، اگر بگذارن کر اگر عشق مدد فرماید، نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند، نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک، نوبت گردش میناست اگر بگذارند. اگر بگذارن باز در میکده برپاست، اگر بگذارن چشم بندود از همسر عقل آمده است، مست از ساغر و صحباست، اگر بگذارن کر اگر عشق مدد فرماید، نوبت چلچلی ماست اگر بگذارند، نوبتی باشد اگر گردش این چرخ و فلک، نوبت گردش میناست اگر بگذارند، اگر بگذارند.